رسانه‌ها هر روز اخبار تازه‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران رو منتشر می‌کنن و بلافاصله مقامات هم مدعی بازداشت تعدادی تبهکار میشن که قربانیانشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایر ابزارهای دیجیتال به دام انداختن. شگرت‌های کلاهبرداری اینترنتی داره روز به روز تغییر می‌کنه و بعضی از این ترفندها چنان با دقت طراحی میشن که حتی افراد آشنا به امنیت دیجیتال رو هم ممکنه فریب بدن. نمونه نسبتاً مشهوری از این کلاهبرداری اعلام خبر بازداشت شبکه‌ای بود که در پوشش فروش آنلاین بلیت و بسته‌های سفری به هنگام تعطیلات کلاهبرداری آنلاین می‌کردند. اگه با اصطلاح فیشینگ آشنایی دارید، توضیح نحوه عمل این تبهکاران برای شما خیلی ساده خواهد بود. اما حتی اگه نمی‌دونید فیشینگ چیه، اجازه بدید این خانواده حملات دیجیتال رو با یک مثال براتون توضیح بدیم. امین مشغول وبگردیه که بنر کوچیکی در یک سایت اخبار فوتبال و ورزش توجهش رو جلب میکنه. این بنر میتونه مثل یک لینک برای فیسبوک و توییتر و یا تلگرام امین ارسال شده باشه. به هر حال امین روی لینک کلیک میکنه و صفحه باز میشه. صفحه درست مثل صفحه یک سایت معتبر خرید و فروش بلیت به نظر میرسه که امین قبلا ازش بلیت خریده و از امنیتش مطمئنه. نکته که امین بهش توجه نمیکنه یک اختلاف خیلی خیلی کوچیک در آدرس سایت. مثلا به جای او از صفر استفاده شده. این یعنی صاحب این سایت شرکت معتبر فروش بلیت نیست و فقط سعی کرده با طراحی رنگ و فونت و شبیه سازی شکل و شمایل سایت معتبر خودش رو شبیه اون نشون بده. این طراحی و شبیه سازی شکی برای امین باقی نمیگذاره. اون قیمت رو چک میکنه و چون قیمت خیلی مناسبه و دائما هم پیامی چشمک میزنه که این قیمت فقط 24 ساعت دیگه اینقدر ارزون خواهد بود، امین روی دکمه خرید بلیت ارزون کلیک میکنه و مثل همیشه پنجره اطلاعات کارت بانکی امین رو میخواد و امین با اطمینان به شرکت معتبر فروش بلیت این اطلاعات رو وارد میکنه. ساعتی گذشته و هنوز هیچ بلیتی برای امین ایمیل نشده. مبلغ قابل توجهی هم از کارت بانکیش کم شده. امین نگران میشه و با شرکت فروش بلیت تماس میگیره. اونجاست که میشنوه شما متاسفانه قربانی حمله فیشینگ شدید و اون سایت متعلق به گروهی کلاهبردار بوده. مشابه این نوع حملات با روش‌های واقعاً متفاوتی هر روز در حال انجامه. در برخی از موارد فردی از گوگل یا بانک یک کاربر با اون تماس میگیره که فوراً باید پسوردتو عوض کنی. کاربر سراسیمه روی لینکی که براش فرستاده شده کلیک میکنه و اونجا سایتی که به ظاهر شبیه گوگل یا بانک اونه برای تغییر پسورد خواستار پسورد قبلی میشه. وارد کردن پسورد همان و هک شدن اکانت گوگل و یا آنلاین بانک قربانی هم همان. متاسفانه به دلیل طراحی پیچیده حملات فیشینگ پیشگیری از اونها قدری سخته، اما همیشه به خاطر داشته باشین کسی از گوگل، بانک، شرکت تلفن و غیره با ایمیل یا تلفن مستقیم با شما تماس نمیگیره و از شما نمیخواد به آدرسی که براتون ایمیل میکنه برین و پسوردتون رو عوض کنین. نکته دیگه این که مخصوصا زمانی که با آگهی فروش موبایل یا بلیت هواپیما و خلاصه هر چیزی که قیمتش به طرز غیر قابل باوری زیر قیمت بازار مواجه شدین، جمله too good to be true رو به خاطر بیارین و سایت و سرویس ارائه دهنده رو با دقتی بسیار بیش از معمول وارسی کنین. آیا آدرس سایت دقیقاً درسته؟ آیا تلفن و آدرس پستیش درسته؟ آیا سایت‌های رسمی و قانونی نظارت بر خدماتی مثل فروش بلیت هویت این سایت رو تایید می‌کنن؟ راه مقابله با فیشینگ در یک کلام، باز نکردن ایمیل‌های ناشناس از یک طرف و هول نشدن و زوغ زده نشدن از طرف دیگره. صبر، تأمل، هوشیاری و دقت در جزئیات.